درود به تو هموطن عزیزم. از حضور شما که من اولا از کانادا براتون پیغام گذاشتم که جوابی نگرفتم. شما قربان. جواب شما قربان. به تلفن دستی شما زنگ زدم. دوم این که بهترین برنامه خود شما هست. قربون تو برم. اون میبودی خوب بود ولی نمیدونم چرا اینجوری شد. احتمال داره اتفاقاتی افتاده باشه. نه. نمیدونم چرا اینجوری شد. عزیزم شما برای من کی پیغام گذاشتین؟ من حدود دو هفته پیش. آخ عزیزم تو رو خدا یکی دیگه بذار فوری جواب بده. باش. میپرسم. تشکر. با شما هستم بفهمید. درود فرمان به شما آقای دکتر سعید سرکوهی. عزیزم تو چه صدای رسایی داری، من ترسیدم. بگو قربون شما. خواهش میکنم. حال سرکو خوبه؟ قربون. تلویزیون آریا بهترین تلویزیون و شما و آقای مهندس شجاعی یک مهندس شهابی دارین که واقعا شما یونیکه برای همه. سوالی که از شما دارم، موقعی که شما برنامه اجرا میکنین خواهیاتون رو میکشن انقدر داد میزنن. گو سوالی تبتشی با شما هستم جانم بفرمی. سلام. درود به شما باد. قربونت رو برم بفرمی. عزیزم صدا خیلی پایینه. بهترین برنامه آقای میبودی شما همین شومن خیلی بسیار. اجازه بدید من بنویسم، چون اولین کسیه که اینو گفته تو 73 تا تلفن یکمی اصلا گیج شدم. خیلی ممنونم عزیزم، تو رو میبوسمت. برو جانم با شما هستم بفهمی. آقا سلام علیکم آقای دکتر. درود به تو عزیزم. آقای دکتر به نظر من بهترین تلویزیون آقای شپشه. بله. بعد امید ایرانه. بله. آقای شبتی. بله. در این کانالیه مزخرفتر تلویزیون این چهارتا. بله. و به نظر من شما هیچ اطمینان بودید از آقای گردار تلویزیون آبادانا که خیلی آدم خوبی و خیلی تلویزیون خیلی خوبیه آبادانا. به هر جهت مردم اگه خوب بود و هست که حتما هم هست میگفتن. یه نفر پیدا شد من نوشتم. میبوسم اجانا. با شما هستم بفهمید. با درود به شما آقای سرکوی. درود به تو بانوی نازنین. من بیرخشید مریضم و دقیقه تو خدا خطاتون رو بیشتر کنید. چشم با درود شما باید من در جمهوری اسلامی مرگ جانم میخواستم بگم بهترین برنامه تلویزیون شما در آریا و خودتون با سایر همکارا. اولین بهترین شما هستین آقای شایان کاویانی و آقای مهندس شهابی هستن. بهترینش تپشه آقای شبخیز آقا رنگارنگ آقا داوره. نظرتون راجع به دوست خوب من آقای علیرضا میبودی چی؟ اینا ایرانی اصلی نیستن، چون دارم بیراهه میرم. میبوسم تو رو جانم با شما هستم بفهمی؟ رو مرگ بر این دوزاری ها رو با شما هستم بفهمی؟ اصلا صحبت پهلوی نیست. پهلوی که اون بزرگ مرد اونجا داره به تمام سرزمین ایران حتی با نبودنش سلام میده. اون ابرمرد تاریخ ایران رضا شاه کبیر که ببینید چه جوری با دو تا چشمش به اندازه 70 میلیون داره سرزمین ایران رو هنوز میپاد. و مرگ به اون سید علی خامنه ای بیشرفتون، مرگ به اون رفسنجانی دزد بیشرف بیناموستون، مرگ بر تمام سران رژیمتون از معمه و مکلاتون و خاک بر سر امثالتون. میبوسم به جانم با شما هست. جناب سکویی جونم. درود بر شما. درود جانم. من خواستم واقعا صمیمانه از شما قدردانی و سپاسگزاری بکنم به خاطر اینکه بالاخره یک مرد ایران پرست پیدا شد که اجازه بده که کسانی که برای آزادی ایران فعالیت میکنن حرفشون بزنن. روز به شرفتون. پاینده ایران. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرسی عزیزم در خدمت شما هستم بفرمید. سلام. درود. این سلامو تو رو خدا بندازیمش دور بره بمیره. واقعا بمیره. آره درود به تو عزیزم. بگو من خودم هم گاهی وقتا میخوام با این سلام بمیرم. آره این سلامو باید من همین یه کاری کنم. یه کاری کنیم که خانومیان یه سوزن تگرد گذاشتم تو جیبم تا میگم سلام از اون پایین میزنم به پام. من این دفعه چاقو میذارم. آره بگو. عزیزم بهترین برنامه مال شماست. آره. آقای زیا. آقای زیا. بله زیای آتاوای نازنینم. دیگه میگم اینا آدمای دو دوزه باز و تیرخارای جمهوری اسلامی ان. میبودی. بله. آخوزاده نادر رفیعی. بله. تبخیز و زنش. آها. مریم و نوریزاده و داور کثیف. مرسی عزیزم تو رو من میبوسم جانم. بفهمی؟
با شما هستم هموطن، بفرمید. آقای دکتر سکویی؟ جونم عزیزم. بهترین تلویزیون، تلویزیون جمهوری اسلامی. بله. بدترین تلویزیون، تلویزیون آریا. بله. و بدترین برنامه هم برنامه شما هست آقای سکویی. میبوسمت عزیزم، یه دنیا ازت ممنونم. باشم. قربون شکلت. با شما هستم، بفرمید. درود به سکویی عزیز، میخواستم بگم که خودت بهترین برنامه سازی. تلویزیون آریا تا این لحظه بهترین بوده، از فرداش خبر ندارم. بله. از شبت که بدترین تلویزیون، تلویزیون ننگ و رنگ رنگ، از شبت که از آقای آقای پهلوان در کانال یک که بگذاریم، عباس شون دوست دارم، عباس پهلوان عزیزم، خیلی هم که بگذاریم، این تلویزیون سیاسی بهتری که کار سیاست رو بذارن کنار، یه نیلبک بگیرن و بشینن نیلبک بزنن. قربان بی نهایت از صحبت‌های بسیار خوب شما سپاسگزارم. با شما هستم هموطن، بفرمایید. درود بر شما. درود به شما بانو. تلویزیون باربر. بله. بدترین تلویزیون. باربر چیه خانم؟ باربر همین داور نکرتی. عجب اسمایی شما ها مردم میذارین. I love you. باربر. شیتیش و باربر و نمیدونم و یکی چی رو گفت قلقل و خب بعد از باربر چیه جریان؟ بعد تلویزیون شما فکر کنید آقای شجره شما یه مرتبه مجبور بره انگلیس. بله بله اینو من نمیدونم. سلام بره و بیاد. بله بله. شب تو تلویزیون علنا میگه دیگه. بله. حالا ما اگر میخوایم نفهمیم یه چی مسئله دیگه است. بله بله. و آقای مهبودی هم که بیچاره اسیره، از وقتی آدم اسیره. بله لچین بریم دیگه. بله. مشکل پیدا میکنه و مجبور سلام علیک بکنه. بله. پاینده باشی. قربون تو برم عزیز من. با شما هستم، بفرمایید. الو آقای دکتر سکویی، با درود به شما. درود عزیز من. آقای دکتر سکویی ببینید، من برنامه دیدم دو روز پیش از تلویزیون پارس، آقای عباسی که اسمشون عوض کردن سیاوش اوستا. بله. کلاه پهلوان رو سرشون میذارن، همش حرفشون از اوستا. چنان تعریف آقای خمینی رو میکردن. من اینو شنیدم خانم، من این برنامه رو باید ببینم. عجب عجب. من واقعا متاسفم، چرا اینا دارن زیر فروهر و ایران کهن مردم رو گول میزنن؟ خب چرا؟ خب عبتی میدونید که آقای اوستا از دوستان بسیار زمینی آقای میبودی هستن. بله بله آقای دوستان... میبودی. ببین آدمایی که من اسم میارم، آدمایی که به میخ میزنن، به نل میزنن، به نظر من خیانت کرد، خیانت کارترین آدمات. آقای شفید، آقای امیر قاسمی، آقای نادری، ما خیالمون راحت اینا کیه. ما میدونیم چی ان چیکارن. بله بله. ولی اینایی که به میخ میزنن، به نل میزنن و برنامه های خوب تلویزیون آریا، خانم در جمع شما رو باید یک سال خانم آریا رو فراموش نکنید. بله بله خانم. یک آزاد زن خانم سفاری و یک شرقی تفرش 11 تا کرخر به دنیا اومدن. اینا معلومه آقای عزیز، ولی اونایی که درود بازی میکنن اونا به نظر من خیانت دارن. قربونتو برم بانوی عزیز.